دو سه تا استوری گذاشت، الان بچه‌ها هم هر موقع آماده بود بچه‌ها هم نشون بدن استوریا رو که در موردش صحبت کنیم. دو تا کنایه هم زدی دیگه. بعد اون تونلی هم که آها اینجا چی مبارک قهرمانی پنجم یعنی چی؟ آقا سید حسابی اومدی ما رو اذیت کنی بابا دیگه خودت نوشتی توی اینستاگرام، من چیکار کنم؟ خب یعنی کنایه زدی این صحنه واقعا 100% پنالتی بود. همه کارشناسا هم گفتن پنالتی بود این صحنه رو، و اینکه واقعا خب آدم اذیت میشه وقتی این چیزا رو میبینه. حالا بازی پرس بگم، بازی گلگهر پرسپولیسه، گلگهر پرسپولیس. خب بعد قشنگ پای میلادو زده بود این صحنه، 100% پنالتی بود. خب فکر کنم ما اگه این پنالتی رو میگرفت راحت میتونستیم بازی رو برگردونیم، راحت حتی میتونستیم برنده بازی باشیم. دومی استوری هم ببینیم، دومیش هم ببینیم که من با سوال بپرسم چی؟ حق خوری هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت. به کی آخه باید شکایت کرد؟ اون از گلشون، اینم از پنالتی. این پنالتی همون بازی است. این صحنه روی خودم خطا شده بود، آقا سید فکر کنم خطا رو کرده بود. قشنگ من توپ زدم، سید از پشت پای منو زد، ولی اینجا هم داور پنالتی نگرفت. خب آقا سید این پنالتی‌ها گرفته میشد، خب 100% سرنوشت تو بازی عوض میشد دیگه، چون ما هم سال قبل فشار زیادی رومون بود، 7 امتیاز ازمون کم شده بود سر بانی ما. دقیقاً نیاز داشتیم به این امتیاز. وقتی اینجوری میشه خب آدم چجوری دلخور میشه از داور بازی، همچی چیزایی میگه. بعد رفتی توی حالا شانس ما هم بازی با پرسپولیس این اتفاقات میکسون هم همین فکر کنم بعد از همین بازی بود، یعنی من تولو اینقدر تو رو شاکی نیده بودم. آره. میگفتی به جون مادرم پنالتی بوده، این چه وضعشه، خیلی شاکی بودی. آره آقا سید، چون ما واقعا نیاز شدیدی به این سه امتیاز داشتیم و چون میخواستیم تو کورس قهرمانی بمونیم، معلوم هم نبود 7 امتیازمون برمیگرده یا بر نمیگرده. اگه این بازی رو میزدیم واقعا شاید میتونستیم امیدوار باشیم برای قهرمانی. من میگم خب صحنه واقعا تابلوی بود که پنالتی بود، ولی خب داور بازی نگرفت، واسه همین یکم عصبی شدم و امیدوارم از همینجا هواداری پرسپولیس منو ببخشن. من واقعا آدم نیستم که بخوام توهین کنم یا چیزی کنم به کسی، همه چیز تو اون لحظه اتفاق میفته. بازی استقلال هم، بازی استقلال تعویض شدی؟ یه صحنه‌ای هم بود بازی استقلال که بعد خیلی داستان برای درست شد که راحت فریب خوردی و استقلال گل بکن رو صحنه می‌کنه. آره استقلال گل زده بود. نه واقعا این چیزا تو فوتبال نیست، من خودم که ندیدم اصلا. حالا که میگن توانی میکنه یا چیزی، یه صحنه آقا مهتی فکر کنم مهتی پور بود، آره نمیدونم صحنه این یه صحنه که واسه آره اینجا که نبودی توی تونل. آره اون صحنه قبلی واسه مهتی بود که یه بازیکن دست راست من بود، بعد مهتی خودش با گل تک به تک بود، بعد مهتی یه بدن اومد، من فکر کردم میخواد پاس بده اون که رفتم، مهتی دیگه زد تو این زاویه رفت تو گل. بعد برای تو داستان درست شد. آره. این عکسم که نرفتی وایسی توی تونل به خاطر همین اینکه به استقلال علاقه داری دیگه در واقع. بله دیگه، چون احساس کردی که مثلا اگه بری وایسی برای داستان درست میشه. نه خودم ترجیح دادم وای نستم دیگه، چون حالا چون کلا اهل کوری خونی و اینا هم چون هستیم، احساس کردم شاید به خاطر همین مسائل فوتبالی تصمیم گرفتی نباشی. دقیقاً آره، چون تازه بود از استقلال جدا شده بودم، این خودم دلم واسه استقلال تنگ شده بود، همین که خیلی از هوادارهای حالا خودم هوادار استقلال مثلا ناراحت بودن از ترجیح جدایی من از استقلال، مثلا همین ترجیح دادم با این هستم. استقلال هم که با ناراحتی جدا شدی دیگه. استقلال خب یه بار زمان علی آقا منصوریان جدا شدم که اون واقعا شاید همه فکر میکنن آقای منصوریان مثلا من از لیست کنار گذاشت، ولی نه من خودم پیشنهاد خارجی داشتم و دوست داشتم اون بر بازی کنم که به من زنگ زدن که میخوای برگردی یا نه، گفتم فعلا میخوام یکی دو هفته وقت میخوام که رو پیشنهاد خارجی فکر کنم، که دیگه تصمیم گرفتم من جدا شم دیگه از اون.